به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به یک از دیگر از ویدیوهای چینل جنرال پلاس خوش آمدید. ارگ ریاست جمهوری تجمع با پرچم طالبان در تهران قابل پذیرش نیست. ارگ ریاست جمهوری در واکنش به تجمع طالبان در پارک ملت تهران با پرچم این گروه اعلام کرد که این کار برای مردم افغانستان قابل قبول نیست و همسایه ها باید به گروه هایی که تهدید جدی هستند اجازه فعالیت آزادانه در کشورشان را ندهند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری دوشنبه 13 اسد در یک نشست خبری گفت که همسایه های افغانستان باید به صورت گروهی که تهدید جدی برای مردم افغانستان است اجازه فعالیت آزادانه در کشورشان را ندهند. در روز نخست عید قربان همزمان با آغاز اولین روز آتش بس سه روزه طالبان با دولت افغانستان، عکس های از تجمع شما را در پارک ملت تهران که پرچم طالبان را با خود داشتند در شبکه های اجتماعی منتشر شد. پلیس تهران بعدا اعلام کرد که عاملان انتشار و بازنشر این تصاویر را بازداشت کردند. آقای صدیقی با اشاره به تجمع این افراد با پرچم طالبان در پارک ملت تهران آن پرچم ها را یک پارچه تکه خوان و گفت که این کار افراد زیر سایه تبلیغات طالبان انجام دادند که برای مردم افغانستان قابل قبول نیست. او افزود که انتظار دولت افغانستان از همسایه هایش این است که در کنار مردم و دولت مشروع افغانستان باشند و از روند صلح به رهبری مردم افغانستان حمایت کنند. سخنگوی ریاست جمهوری از ایران و دیگر همسایه های افغانستان خواست که نگذارند افراد در کشورهایشان با کارهای تبلیغاتی ذهنیت مردم را تغییر دهند. او گفت که این پارچه در پاکستان نیز زیاد بر افراشته و به نمایش گذاشته می شود و ده ها و صد ها مدرسه در این کشور است که افراد طالبان در آنها تردد دارند و کابل بارها خواستار تحت پیگرد قرار گرفتن این افراد شده است. ارتباط ایران با طالبان و حضور این گروه در ایران بارها با انتقادهای از سوی افغانستان روبرو شده، اما تهران گفته که از روند صلحی که به رهبری دولت افغانستان باشد حمایت می کند. چند دور سفر آیت دفتر سیاسی طالبان به تهران و گفتگو با مقامات ایرانی و نیز حضور رهبران پیشین این گروه در خاک ایران بارها خبرساز شده است. ۳۸ نقص آتش بس توسط طالبان، 20 غیر نظامی کشته شدند. وزارت امور داخله اعلام کرد که طی 3 روز آتش بس 20 غیر نظامی از سوی جنگجویان وابسته به طالبان کشته و 40 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. طبق اعلام این وزارت طالبان 38 مورد آتش بس را نقص کردند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله افزود طالبان برخلاف تعهداتشان بارها آتش بس را نقض کردند. طالبان تا اکنون در این باره واکنش نشان ندادند. آریان مشخص نکرده که طالبان در کدام ولایت آتش بس را نقض کردند، اما طی 3 روز گذشته از تلفات غیر نظامیان بر اثر انفجار ماین‌های کنار جاده در ولایت‌های اروزگان، هلمند، قندهار، غزنی و ایراد گزارش شده بود. مقام‌های حکومت طالبان را مسئول این انفجارها معرفی کردند. طالبان و حکومت 3 روز عید قربان را آتش بس اعلام کردند. دولت گفته است که نیروهای امنیتی به طور یک جانبه به آتش بس ادامه دهند. طالبان اما در این مورد موضع‌گیری نکردند. شمار قربانیان حمله داعش به زندان ننگرهار به 29 نفر رسید. وزارت دفاع ملی اعلام کرد که 5 مهاجم گروه داعش که به زندان ننگرهار حمله کرده بودند کشته شدند و داخل زندان از حضور مهاجمان پاکسازی شده است. همزمان منابع محلی اعلام کردند که شمار تلفات این حمله به 29 نفر رسیده است. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع میگوید داخل زندان از حضور مهاجمان پاکسازی شده است و عملیات برای پاکسازی ساختمان اطراف زندان از حضور مهاجمان ادامه دارد. با گفته او در این حمله 3 زندانی به شمول 2 زندانی طالب کشته شدند. فواد امان افزود در این حمله یک نیروی امنیتی نیز کشته شده است. همزمان عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید که تلفات حمله مسلحانه بر زندان این ولایت در شهر جلال آباد به 29 کشته و حدود 50 زخمی افزایش یافته است.
خوگیانی میگوید که عملیات نیروهای امنیتی برای از بین بردن کامل مهاجمان مسلح ادامه دارد. مهاجمان داعش شامگاه یک شنبه با انفجار دادن یک موتر بمب‌گذاری شده در نزدیکی زندان ننگرهار به این زندان حمله کردند. پیام ایدی رهبر طالبان، ترکیب ترس و امید. خبرگزاری افاق. رهبر طالبان در پیام خود به مناسبت عید قربان خطاب به جنگیان این گروه گفته است که در آستانه حاکمیت نظام اسلامی رسیدیم و باید صفهای خود را قویتر، منظمتر و وحدت و همبستگیتان را محکمتر بسازید. آیت الله آخندزاده در این پیام گفته است که ما با کس دشمنی شخصی نداریم، بلکه برای استقلال کشور و قیام نظام خالص اسلامی صلاح برداشتیم. در صورت برآورده شدن اهداف فرق خواهان زندگی مسلط آمیز با همه هستیم. آخندزاده همچنین گفته است که طالبان به دنبال انحصار قدرت نیستند، بلکه افغانستان را خانه مشترک افغان ها می دانند. رهبر طالبان تبدیل زندانیان را پیشرفت مهمی در زمینه آغاز مذاکرات بین الافغانی دانسته و خواهان برداشته شدن بیدرنگ موانع از مسیر این مذاکرات شده است. او خروجی نیروهای خارجی از افغانستان را نیز یک انکشاف خوب در روند صلح دانسته و یک تاکید کرده است که امریکا باید به توافق صلح دوحه متحد باشد و جدی عمل کند. پیام ایدی رهبر طالبان این بار نسبت به مورد مشابه در گذشته کمتر، خشنتر، کمتر تهدیدآمیز و کمتر ترسناک بود. او حتی سعی کرد در این پیام چهره جدیدی از گروه طالبان به نمایش بگذارد، چهره‌ای که صبور، اهل صلح و سازش و منتقد به این که افغانستان خانه مشترک افغان ها است و گروه طالبان نیز خواستار زندگی مستلط آمیز با همه می باشد. با این حال، این پیام یک شرایط ویژه صادر شده است، شرایطی که در آن طالبان با امریکا پیمان صلح امضا کردند و قرار است آن گروه برای نخستین بار آماده مذاکرات رسمی و مستقیم با دولت شود. در چنین شرایطی تبلیغ بی‌پرده خصومت و خشونت، دامن زدن به جنگ و تنش و بحران و بسیج نیروهای جهادی علیه دولت و قوای خارجی منافع طالبان در روند صلح را با خطر روبرو می کند. فراین فروپاشی توافق با امریکا را تسریع و تسهیل می کند و موجب تحریک جبهه مقابل طالبان به اتخاذ سیاست های مخلصانه مشابه می کنند. سپاس که تا اینم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را دنبال نموده و سابسکرایب نمایید.